ولی امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با استفاده از فرصت برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل قرار است با همتایان خود از دوازده کشور ملاقات کند در این میان دیدار ظریف با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همکارم بیژن فرهودی در دفتر اروپایی صدای آمریکا از لندن به ما پیوسته آقای فرهودی چه جزئیاتی داری از گفتگوهای امروز آقای ظریف با اشتون و هیک گفتگو با خانم اشتون انجام شد گفتگوهای امروز ظریف با خانم اشتون که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اون رو خوب و سازنده توصیف کرد دو طرف در مورد یک رشته مسائل مهم متمرکز بر مسئله هسته گفتگو کردن خانم اشتان گفت که در تیم آقای ظریف انرژی و ازم برای پیشبرد مذاکرات دیده آقای ظریف که اخیرا به دستور روحانی اداری پرونده هسته ای بود واگذار شده گفته بود که در سمت جدیدش مذاکرات با گروه پنج بالاو یک رو در نیویورک آغاز خواهد کرد و امروز خانم اشتان به خبرنگاران گفت که وزیر امور خارجه ایران در این هفته در سازمان ملل به گفتگوها با شش قدرت بزرگ جهان ملحق خواهد شد به گفته اروپایان قرار دیدار بین وزیران خارجه این شش کشور با ایران ساعت چهار بعد از ظهر روز پنج شنبه انجام بشه این نخستین دیدار در یک چنین سطح بالای بین آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از انقلاب خواهد بود و از این رو برخی از ناظران با قید احتیاط نسبت به بهبود مناسبات تهران با واشنگتن ابراز خوشبینی کردند جمهوری اسلامی که به خاطر تحریم مالی و نفتی شدیدن در تنگنا قرار گرفته سعی داره تا با نوعی سازش با غرب در در مورد مسئله هسته ایش از فشار تحریم ها به خصوص تحریم های مالی و نفتی کم بکنه و گفته ولی فقیه در مورد نرمش قهرمانانه در مذاکرات در حکم چراغ سبزی برای مصالحه با غرب در مورد مسئله هسته ای تعبیر شده آقای ظریف بعد از خانم اشتون با وزیر امور خارجه هلند دیدار کرد و قراره که بعد از ظهر امروز هم با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا ملاقات بکنه این دیدارهای پی در پی ناظران چشمنداز گفتگوهای ظریف رو و به ویژه با آقای هیگ رو چگونه ارزیابی کردند؟ این میدونید اولین دیدار آقای هیگ با یک مقام ارشد ایرانی بعد از حادثه حمله دو سال پیش به سفارت بریتانیا در تهران که با واکنش خشمالود دولت لندن روبرو شد و به بسته شدن سفارتخانهای دو کشور انجامید. هدف از این دیدار بررسی چگونگی بهبود مناسبات بریتانیا و ایرانه. آقای هیگ امروز صبح در نیویورک با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد سومین دوشنبه پی در پی بود که این دو با هم ملاقات می کردن که انتظار میره در این دیدار در مورد ایران هم صحبت کرده باشند دولت بریتانیا انتخاب روحانی به ریاست جمهوری رو تبریک گفته ابراز امیدواری کرده که بشه به صورت گام به گام و متقابل روابط رو بهبود بخشید لندن چند شرط برای بهبود مناسبات تعیین کرده خواستار تضمین ایران برای تأمین امنیت جانی دیپلمات خود شده درخواست پرداخت قرامت کرده برای آسیبی که مهاجمین به اموال سفارت وارد کردند و همینطور مجازات کسانی که به سفارت حمله بردند با توجه به وعده انتخاباتی آقای روحانی به آشتی دادن ایران با جهان و تمایل بریتانیا برای بهبود مناسبات ناظران بعید نمیدونند که ظریف و هیگ به نوعی توافق برای بازگشایی سفارتخانه ها رو اعلام بکنند این به ویژه خبر خوشی برای ایرانیانی خواهد بود که میخوان به بریتانیا سفر بکنن چون در حال حاضر باید با تحمل هزینه سنگین برای گرفتن ویزا به امارات یا ترکیه سفر بکنن سپاسگزارم از شما بیژن فرهودی خبرنگار صدای آمریکا از لندن